یک سال و نیم فکر میکرده که ما در اساسنامه بنویسیم من ایرانی هستم، ما ایرانی مسلمانم یا مسلمان هستم و ایرانی هستم. سرانجام عرض کنم که آفتابه پیروز شده، گفته است من مسلمان هستم و ایرانی هستم، در حالی که ما میدونیم آقا این ادیان موقت هستن. این عمر این اسلام عزیز که حالا نمیدونم 1400 ساله، میگویند که این کره زمین 4.5 میلیارد سال عمرشه، حداقل 5 6 میلیارد سال دیگه هم هست. حالا این اسلام عزیز هزار سال اینا مثل یک ثانیه است، روزی برسد که اثری از این داستان نباشد، یعنی روزی که همه مردم دانا شدن در آینده 5000 سال 10000 سال دیگه میخندن به این داستان ها. بنابراین این ملت ها هستن که ماندگار هستن، این ادیان موقت هستن. مردم ایران هم ابتدا آیین های دیگری داشتند، بعد آیین دیگری پیدا کردند، تا عرض کنند که انواع اقسام آیین ها بوده است، تا بالاخره این دوستان مدینه آمدن اسبای ما رو سر مرز می‌دزدیدن، شمشیرهای ما رو می‌دزدیدن، به خود ما حمله می‌کرد. چون که نه اسب داشتن نه شمشیر داشتن. بله، با دزدی شروع شد این داستان. سر گردنه ها و راهزنی ها و این جور چیزها. بنابراین ملی مذهبی ما نمیشناسیم و این ایران عزیز ما و مردم بزرگوار ایران تنها مردمی هستند در کل این منطقه که طاعون اسلامی عرض کنم که پراکنده شد، که ایستادن از روز نخست اینها در مقابل این طاعون ایستادن. در مصر، در عراق، در لبنان، در نمیدونم شمال آفریقا، این خبرها نیست که در ایران بوده. چون بحث ما راجع به شاهنامه فردوسی است، عرض میکنم که بیشتر از هزار سال پیش یک مردی پیدا شد، یک دهقان فرزانه خراسانی آمد و در واقع در عکس العمل با عرصبت که این دوستان کتاب اینچنین برای ایرانی ساخت و پرداخت و کشورهای دیگه از این خبرها نبوده. عرض کردم مشهور است که اولین کسی که گفت ما مصری هستیم و مصری بودیم و مصر با عرب فرق میکند، در مصری که اونقدر قدیم هست و فرهنگش خیلی قدیم و پایدار بوده، قرن 19 هم یک کسی آمده بر اولی بار نوشته آقای خانم ما مصری هستیم، در حالی که هزار سال پیش و پیش از فردوسی عبدالله ابن مقفع و بشار ابن برد تخارستانی و بسیارانی از بزرگان این مملکت بودن که در مقابل این داستان ایستادن. ابو مسلم خراسانی، یعقوب لاین، این نبرد ادامه داشته است تا امروز، تا همین امروز. باری اشاره بود به آقای رحیم مشهد. خب ما اینجا همه فرومایگی رو با همه فرزانگی آوردیم خدمت شما. فرزانگی ما اینجا می نشیند هر سبب که یکی از مجلدات شاهنامه فردوسی است، فرومایگی در واقع کتاب روح الله الموسوی الخمینی، که حقیقتا حیف کاغذ، چه توهینی است در حق کاغذ حرفای اینها رو به چاپ زدن. باب نجاسات رو میخوام خدمت شما بخونم. و بعد که ذهن ما خراب شد و احساس فرومایگی کردیم و پستی فضا رو گرفت، بعد میرم خودمون رو نجات میدهیم از دست این با چند بیت از شاهنامه فردوسی. بذار بریم این بخش نجاسات و قبل از اینکه وارد بشم به این پیرو اون شرط میکنم خدمت شما. اقوام قدیم دارای میتولوژی هستن، افسانه های ملی بسیار مهم هستن. اینها در روزگاری که نه خط بوده، نه زبان بوده، نه کاغذ بوده، نه مورخ بوده، ملت ها بودن، کارها میکردن، سخن به سخنوری البته بوده، مردم با هم ارتباط داشتن. این اقوام و ملل برای حیات خود به جان میکوشیدن، دلاوری ها کردن برای نگهداشت حیثیت شرافت خود، و اینها بعد زبان به زبان، سینه به سینه، اینها همونطور که استاد توس فرمود از ابتدای کتاب که اینها سینه به سینه رسیده است تا روزگار ما. سال یک بیت مرسک خنده آوری هم این استاد محترم آورده است، عرض کنم که براتون میخونم در این باب. باری سینه به سینه آمده تا روزگار ما.
اقوام و ملل قدیمه هستن که داره میتولوژی هستن، افسانه های ملی، اینها از تاریخ بسیار مهمتر هستن، چون تاریخ یعنی یک واقعه مشخص در باب یک آدم مشخص. میتولوژی در واقع روحیات ملی، روانشناسی ملی، آمال آرزوهای ملی، جهانبینی ملی رو منعکس میکنن. این است که میتولوژی خیلی مهم هست. این عرض شود که هندی ها به عنوان مثال، هندی با میتولوژی زندگی میکنه، دینش میتولوژی اوست. کسی نیست ما بگوید که هندویست پیغمبر داشته، همچی چیزی نیست. اینا مردمان هند هستن از روزگار قدیم. اتفاقا یکی از این آدم های خیلی بزرگ تاریخ در اونجا بروز و ظهور کرد، کارش هم نگره، اون بوداست. بودا هندی بود. اونقدر این میتولوژی هند غلیظ و عمیق هست که عرض کنم که وقتی بودا بروز و ظهور کرد حدود 500 سال پیش از میلاد، اندیشه هاش به چین و تبت و ژاپن اونجا رفت. داری که میدونیم بودا هندیست، منظوری که هندی ها با میتولوژیشون زندگی میکنن. فرهنگ اینها برخواسته از همون میتولوژی است که فرهنگ قدیم هندوستان است. این شاهنامه فردوسی بزرگوار هم در واقع میتولوژی ماست. آیین یهود در واقع، یهود دین نیست به نظر من، یه قومی هستن با یک میتولوژی زندگی میکنن. به همین دلیل هم نمیشود یهودی شد، مسلمان میشود شد، مسیحی میشود شد، اما یهودی نمیشود شد. مثل که بنده تصمیم گرفتم ببینم پاکستانی بشم، نمیتونم پاکستانی بشم، چگونه من پاکستانی بشم؟ روسی بشم، میتونم برم اونجا برگه بگیرم اقامت کنم، نمیتونم شهروند بشم، اما بنده نمیتونم روسی بشم. این داستان قوم یهود هم چنین هست. اینا یه قوم هستن، عرض کنم، با میتولوژیشون زندگی میکنن. افسانه های قومی قوم یهود در این تورات جمع شد. این تورات یه چیزی حدود 700-800 سال پیش از میلاد توسط نویسندگان یهودی تحریر شده و یهودیان هرگز نمیخواستن این اندیشه های در تورات رو به کسی بدهن. هرگز نمیخواستن این سیکرت بوک، یعنی یک کتاب گرانبهای منحصر به فردی بوده برای خودشون، اصلا دوست نداشتن داستان‌هاش اینجا اونجا بگویند یا کسی رو یهودی بکنن. شما شنیدید بگویند که آقا دارن عرض کنن که یهودی ها تبلیغ میکنن که ما بریم یهودی، مویزر نیست این چیزی. اینا میتولوژی بوده، اینا افسانه ها قومی بوده. نه هرگز ابراهیمی وجود داشته تاریخی، نه موسایی وجود داشته، نمیدونم همین داستانه که تو تورات هست و اینها میته، اینها افسانه های قوم یهود هست. هیچ شاهد عینی، هیچ گروهی، هیچ نشانه، عرض کنم زمین شناسی، سکه‌ای، هیچی نیست. این داستان آدم و حوا هر شبه که این میتولوژی قوم یهوده، اونا اینجور میاندیشیدن. ایرانی ها به گونه ای دگر، عرض کنم ترک ها به گونه ای دگر، هر قوم ملتی برای خودش یک قصه آفرینشی داشته. این همین داستان رو درست کردن که بله نمیدونم چی شد و خدا اومد و آدم رو خلق کرد. از همین داستانی که خنده‌آوری که میدونید، این هم میتولوژی این کتاب. مطلق در این اندیشه نبودن که این داستان‌ها رو منتشر بکنن. اینا در عرض کنم که دورهای قدیم یونان و بعدش اسکندریه اینا بودن، بعد اندیشمندان یهودی، هیچ کسی نشد که بخواد کسی اینها رو فورس بکنه یا یکی بخواد واقعا در واقع منتشر بکند اینها. تا اینکه رفیق خودمون عرض کنم که در مکه و مدینه ظهور کرد پیغمبر اسلام، اون همه اینها رو باور کرده بود، فکر کرد همه اینها پیغمبر بودن. هیچ کدوم اینها ادعای پیغمبری نداشتن، هیچ کس ننوشت اینها پیغمبر هست. پیغمبر یعنی چه؟ این تورات رو بخونید، میگوید یهوه با اینا حرف میزد. مثلا کسی نگم من از اون بالا آمدم، نمیدونم از اینجور داستان هایی که بعضی دوستان گفتن، اینا چنین چیزی نبوده. ایشون باورش شد که همه اینها درسته و راسته. خب بالاخره حالا ما هم یکی از همونه.
ما هم از او بالا اومدیم. این نظر منه ها، غیر از این نمیتونه باشه. که البته یهودی ها بسیار مخالفت کردن در مدینه که غیر یهودی نمیتواند از انبیا باشد، عرب حدش نیست که جزئی باید حتی یهودی باشه. این است که کینه به دل گرفتن هر سبب که و قتل عام کردن یهودی ها را، اموالشون هم که دوستان مدینه بردن خوردن و زناشون هم فروختن و از جور داستان ها که میدونی، بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع و